من سه تا نکته اشاره کنم ببینید اگر ب... این تظاهرات تزاهر... این تظاهراتی که داره انجام میشه خب باعث سقوط نظام نشه خب لطفاً اینو نذارین که با استفاده بکنن ازش که ناامیدتون بکنن خب به خاطر که چیزی که محت... چیزی که مهمه اینه که هر تظاهراتی که داره میشه نسبت به تظاهرات قبلی داره رادیکال تر میشه و قشرای تنوع قشرهایی که داره تو شرکت میکنه داره بیشتر میشه و کسایی که حتی دیندار هم هستن و دارن به این میپیوندن و کسایی که قبلا طرفدار جمهوری اسلامی بودن و دارن به این تظاهرات میپیوندن هم داره بیشتر میشه خب برای حتی اگه این تظاهرات حتی اگه به جایی نرسه این تظاهرات بعدی دوباره یک خط قرمز این هر تظاهراتی داره یک خط قرمز رو رد میکنه که قبلا رد کردنش غیر قابل تصور بود خب برای این تظاهرات بعدی هم دوباره یک خط قرمز دیگر رو چیز میکنه رد میشکنه و همینجوری اگه بریم جلو بلاخ... اگه اگه در همین شکل همینجوری تظاهرات هی بهتر و بهتر بشه در نهایت من نمیدونم چه جوری میتونه جمهوری اسلامی باقی بمونه برای همین پس نذارید ناامیدتون بکنن چون من خیلی ها ممکنه میان ممکنه بگن که مگه دفعه قبل اومدیم تو خیابون چی شد خب اگه گفتم بگی خب دفعه قبل تمرین بود برای دفعه بعد خب برای همین هر, هر دفعه هم تمرینای شما داره بهتر و بهتر میشه خب اینم هم مهم هم همینم هم که الان سری هم گفت مرگ خامنه ای مهمترین نقطه خواهد بود برای خیلی ها اگه بخوان مثلا تظاهرات بکنن و ممکنه بیشترین شانس براندازی رو داره برای من حتی اگه این به جای, جای نرسید شما الان میتونید اینو بگین این تمرین برای اون روز خب از همین الان حواستون باشه که باید اون روز چه میدونم فراخوان هایی خواهد بود که همه خواهند اومد تو خیابون و همه این روزهایی که الان شما تو خیابون هستین میتونه یه تمرینی باشه برای که اون روز چیکار بکنید خب، الان مثلا اینو مثلا کلاس درس ببینید خب تو یه بگو این نکته که داریم یا می دقیقا یه جمله میشه راجبش گفت که همیشه میگن که ما همیشه شکست خوردیم نه ده بار اومدیم تو خیابون شکست خوردیم یادتون باشه ما فقط یک بار لازم داریم پیروز بشیم پنجاه بار اگه شکست بخوریم فقط یک بار و یک بار لازم داریم که پیروز بشیم یکی هم این یه چیز خیلی دیگه هم هست اینه که کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی بودن خب و دارن یا به شما میپیوندند یا دارن مم... به نظر مرسه که ممکنه در جهتی حرکت میکنن که شک دارن اینها رو ببخشید خب هر چه قدم هر چه قدم دارین ازشون ام... به خاطر موفقیتتون ام... لطفا بر روحیات خودتون غلبه بکنید بر این احساس انتقامی که ممکنه داشته باشین یا نفرتی که نسبت بهشون دارید لطفا بر آنها غلبه بکنید و ببخشیدشون و نشون بدید به بقیه کسایی که مثلا طرف نظام هستن که چقدر شما راحت کسایی که به شما پیوستن رو بخشیدید حتی اگر فکر میکنید که دلیل اینه دلیل این که دارن به شما میپیوندن اینه که خودشون رو نجات بدن و به فکر مردم نیستن و الان دیدن که ممکنه نظام داره سقوط میکنه برای همین به شما میپیوندن دلیلش مهم نیست ببخشیدشون و نشون بدین که دارین ببخشیدشون که این انگیزه بده چون خیلی هم ممکنه به شما نپیوندن برای اینکه فکر میکنن که شما نمیبخشیدشون و اینا رو یه روزی یه بلای خیلی سختی سرشون میارید خب برای همین حتی اگه بخوان از دف... نظام دفاع هم نکنن شاید دارن از جون خودشون دفاع میکنن چون فکر میکنن اگه نظام سقوط بکنه شما همه اینا رو میخواین مثلا دار بزنید یه همچین چیزی خب برای میگم برای دفاع از جون خودمون باید از, د... از نظام دفاع بکنیم شما اگه بتونید تبلیغ بکنید که هر کسی به شما پیوند تمام گناه های گذشتهش رو همون لحظه میبخشید و قبولشون میکنید این انگیزه میده که گروه شما سریعتر رشد بکنه